درود بر همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بالاخره اومدیم با یه خبر خوش برای دوستان افغانمون. بازم میگم برای دوستان افغان، دوستان ایرانی، اگر مطمئنا من خبری پیدا کنم که خوب باشه یا کلن هر خبری در مورد پناهندگی باشه، مطمئنا برای شما هم ویدیو میسازم و بهتون خبر میدم. این ویدیو برای دوستان افغان هستش، برای اون دسته از دوستانی که تو سال 2020 از اداره بامف درخواست پناهندگیشون رد شده. قبل از اینکه این خبر رو براتون بخونم، ازتون خواهش میکنم، من لینک کانال دومم رو این بالا براتون میذارم، لطفا وارد کانال دومم بشید و برای حمایت از من سابسکرایب کنید کانال من رو. ممنون میشم ازتون. بریم خبر رو بخونیم. میگه تو سال 2020 نزدیک، نوشته کناب سن تاوزند، میگه که نزدیک به 10,000 پناهنده تقاضای پناهندگیشون در کشور آلمان به وسیله بامف، اداره پناهندگی، رد شده. حالا میگه که دادگاه ها هزاران تصمیم پناهندگی رد شده رو، بچه من مکس میکنم چون دارم آلمانی میخونم و همزمان ترجمه میکنم، هزاران تصمیم رد شده از طرف بامف رو برگردونده. حالا گفته که کلن 9557 پناهنده افغان درخواست دادن که از این 9557 نفر، این 9557 نفر درخواستشون در سال 2020 رد شده و از این 9557 نفر 5644 نفر دوباره به وسیله دادگاه درخواستشون قبول شده. یعنی اینا رد شده بودن از طرف اداره بامف و اومدن اعتراض زدن و اینترویوی دوم گرفتن و تو اینترویوی دوم از طرف دادگاه قبول شدن و افشیبونگ نمیشن، از کشور اخراج نمیشن، که این 5644 نفر از 9557 نفر، یعنی 59% دوباره دادگاه ها تصمیمات رو برگردوندن و به اینا قبولی دادن. حالا من براتون 3778 تا پرونده دیگه هنوز جاری هستش ولی تصمیماتی براشون هنوز نگرفتن که آیا اینها باید رد بشن و به افغانستان برگردونده بشن یا نه، که بعدن اومدن گفتن اینجا خبر خوشش اینجاست و مهمش اینجاست که گفته چون خشونت در این روزها، میزان خشونت در افغانستان بالا رفته، حتی با اینکه طالبان و دولت اسلامی دارن مثلا در حال مذاکره برای صلح هستن، ولی آلمان افشیبونگ نمیکنه فعلا اون کسایی که در سال 2020 رد شدن رو، و اگرم اخراجی باشه اخراج به کشور دوم هستش. یعنی اگر برای مثال، یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یک دوست افغانی اومده باشه آلمان با ویزای یک کشور دیگه ای وارد آلمان شده باشه، دولت بر نمیگردونه به افغانستان، بلکه احتمال داره که برگردونه به
اون کشور دوم، یعنی اون کشوری که حالا ویزای هر کشوری که باشه، میفرستنش اونجا که بازم نوشته فعلا در حال تصمیم گیری هستش و فعلا دارن تصمیم گیری میکنن و احتمال اینکه اصلا کلا از آلمان این دوستا رو خارج کنن فعلا منتفیه. در آخرم نوشته که به وسیله یه دونه چیز تو یه مرکز آموزشی یه دونه راکت پرتاب کردن توی کابل که به خاطر اون راکت 50 نفر کشته شدن و به خاطر همین دولت دست فعلا نگه داشته از اپشیبونگ و داره دادگاه ها سعی میکنن که تصمیمات رد شده از اداره بامف رو دوباره برگردونن و به این دوستان افغان جواب بدن. امیدوارم تمام این دوستایی که الان پروندهشون جاری هستش و اعتراض زدن همشون جواب مثبت بگیرن، نه فقط دوستان افغان بلکه دوستان ایرانی هم همینطور، همه با هم دیگه جواب بگیرن. و در آخر ازتون میخوام همیشه تو همه جا، تو فضاهای مجازی، بیرون، اگر همدیگر رو میبینید با همدیگه پشت همدیگه باشید، براتون فرقی نداشته باشه اوه اون ایرانی هستش، این افغان هستش، همه همزبانیم، همه برادریم، همه خواهریم، فرق نمی کنه. همه رو برادر خواهر خودتون بدونید. هوای همدیگر رو داشته باشید، پشت همدیگه باشید، موفق باشید، به امید خبرهای خوش بیشتر در آینده نزدیک. مواظب خودتون باشید، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.